درود بر بینندگان گرامی ما و همچنان که گفتیم تلویزیون پارس و این امیر 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 آغازمون امروز سرود هفتم سرود هفتم این است که من یکی از بندهای آن را نخست به اوستا و سپس دیگه هرچی داریم به زبان فارسی شیرین شیرین ما خواهد. اتوی میجده مهورا نمنگه ها و شاو شاو دامو گیتا ویسپا آخ شتروی یا بهوت روشتا منگه ها آروی زی هدا ویسپاوش مزداوش ما وسو سو خداوندا ما آنچه در خور تو براستیست با نماز به تو پیش کش می کنیم. ما همه جهانیانیم که در شهریاری تو اندیشه نیک را می پروریم. آن به انگیزه رادمردیست که به همه کسانی که از آن تو می باشند سود می رساند. این باز زرتشت آغاز هر سرود خود با یک نیایشی آغاز می کند و پس از اون هرچه هست می گوید. می گوید خدایا خواهان فروغ تو می باشیم که از پرتو راستی تواناست. فروغ همون روشنی، گرمی و نیرویی که آتش به ما میده که امروزا همین روشنایی و همین گفتگوی تلویزیونی همش از آتشه. خواهان فروغ تو می باشیم که از پرتو راستی تواناست. آن نیرومند و تندترین است و آشکارا به یاران کمک می رساند. و ای مزدا آزار بدخواهان را با دستهای توانایش باز می دارد. یعنی ما هنگامی که در روشنی هستیم، روشنی که همون آتش به ما می رسونه، ما همه چیزها رو روشن و روشن می بینیم، می نگریم و باید گفت می سنجیم، به اونگاه می گوییم یا انجام می دیم. ای مزدا در کارهای خود از روی راستی و اندیشه نیک می بینید. راستی چیزی هست که کار راست و درست در جای درست در زمان درست با افزار یا وسایل درست که
که انجام بدیم همیشه انجام درست و راست و راست خواهد بود. اینو یادمون باشه و اون هم همیشه از اندیشه نیک ما. اندیشه بد کارهای راست و درست رو انجام نمیده. ای مزدا، در کارهای خود از روی راستی و اندیشه نیک با چه نیرو و توانایی از تو پیروی میکنیم. به کسی را که در راه راستی ستم دیده است یادمون باشه، به کسی که در راه راستی ستم دیده است پناه میدهیم. ما در برابر تو از همه خدایان پنداری و مردان ددمنش بیزاری جستیم. دیگه ما با اونها نیستیم. ما همش با راستکاران و درستکاران هستیم. ای دانا، اگر از راه راستی و منش نیک تو چنان هستی که من دریافتم، یعنی زرتشت با پژوهش های خودش دریافته، مرا در همه آماجهای زندگی راه بنما تا با شادی نیایش کنان به سوی تو باز آییم. کجایند پیشروانی ای مزدا که از منش نیک آگاه هستند و آیین گرانبها را چه در فراخی و چه در تنگی با دانش گسترده خود انجام میدن. من جز تو کسی را نمی شناسم، پس ما را در پرتو راستی پناه بده. یه چیزی که خود زرتشت دریافته بود اون اینه که بیگمان هستند کسانی که از آیین کارهای ما چنان میترسند که ناتوانی از توانا بترسد، زیرا کارهای ما برای آنان بسی بیمناک است. ای خدای دانا، کسانی به آیین تو دشمنی میورزند که با به راستی نمی اندیشیدن نمی اندیشند و از منش نیک دوری می جویند. کسانی که نه منش نیک رو به کار می برند نه راستی و درستی رو، اونها کسانی هستند که زیان رسان جهان ما هستند. ای خدای دانا، کسانی که آرامش افزاینده تو را که هر فرزانه‌ای به اون ارج می‌گذارد با کارهای بد خود و از روی ناآگاهی از منش نیک، از اندیشه نیک از دست می‌دهند، از راستی به همون اندازه دورند که ددمنشان بی فرهنگ از ما دورند. مرد بخرد میگوید که باید کارهای منش نیک را نگاه داشت، و همچنین میداند آرامش افزاینده کسی که همه جا آرامش صلح و صفا رو میاره پدیده راستین راستی است. کارهای درست آرامش میبخشند. ای خداوند جان و خرد، همه این کارها در شهریاری تو
برای پیش برد جهان، برای پیش برد جهان. یادمون باشه که دین بهی دینیست که زیست شناسه، محیط زیست رو ما نه تنها باید بهتر و بهتر بسازیم، باید یکی از کوشش های ما باشه که به اون رسان آزار نرسانیم. این کاری است که ما با این جهان رو باید بهتر و بهتر و نوسازتر و نوساختتر بسازیم تا کارها پیش برود. اینک هر دو رسایی و جاودانی، رسایی کمال، جاودانی که می دانید. به روشنایی تو راه می نماید، شهریاری منش نیک و آرامش با راستی، تندرستی و توانایی می بخشد. با این هاست ای دانا که در برابر دشمنان نیروی ایستادگی را داریم. با این همه که چارسوس کسانی که می دانستن آینی پیامی که زرتشت داره به اونها زیان می رساند، برای این که می خوا جهان را بهتر و بهتر بسازد، نه که فریب و گول و زور و این کارهایی بود که اینها با اون میتوانستن این جهان رو بدتر و بدتر و به گفته خودشون یا به گمان خودشون رو بهتر و برتر بسازن. اکنون پرسشای میکنه که باید گفت که پاسخ خودش پاسخ اونها هستن. ای خداوند خرد، راه تو چیست و خواست تو چه؟ ستایش چیست و نیایش چه؟ فرازگو تا بشنویم و پاداش کسانی را که از راهنمایی تو پیروی می کنند بدانیم. از پرتو راستی ما را راه‌های بنما که به آزادگی منش نیک، آزادگی اندیشه نیک می‌رساند. پس این همون راه منش نیک است که مرا نشان دادی و آن دین سود رسانان برجسته است. دین یادمون باشه به زبان اوستا و باید گفت به فرهنگ ایرانی یعنی دید، سنجش، نه باور کورکورانه. پس دین سود رسانان، کسانی که سود میرسانن، و آن این است که کردار نیک تنها از راه راستی به خرسندی می انجامد و این برای رادمنشان مزدی است که ای دانا بخشاینده آن تو هستی. بیگمان آن مرد به کسانی دا آن می بخشید، آن مزد به کسانی داده می شود که در زندگانی مادی برگزیده خود با منش نیک، اندیشه نیک، به یاران این جهان بارور یاری می کنه. جا
جهان بارور، یعنی جهان همیشه باروره، همیشه چیزهای خوبی داره برای ما. ما باید کاری بکنیم که از این هم بهتر بارآورتر بشه. در پرتو راستی آیین نیک خرد تو را در انجمن جهانی پیش میبرند. ای خداوند جان و خرد، در برابر نیایش هایی که با اونها تو را می ستاییم، ما را با منش نیک، اندیشه روشن و آیین راستی، بهترین گفتار و کردار را بیاموز و از شهریاری خود جهان را آنچنان که می خواهی به راستی تازگی بخش. این پیام زرتشته. در این باید گفت، در این سرود که سرود نوسازی و تازه گردانی است، اشو زرتشت مانند همیشه کار خود را با ستایش و نیایش در درگاه خداوندی آغاز می کند، ولی آن را چون پرسش های دلفروز می نماید. او همه کارها را به نام خدا و برای خدا انجام میدهد. یعنی این نیست که برای خودمون باشه، به سود خودمون باشه. خواهی نخواهی آن چیزی را که برای خداوند جان و خرد ما انجام بدیم، نه تنها سودش به همه میرسه، به ما هم میرسه. انگیزه پیشرفت وی که زرتشت باشه، یاری و پشتکار یارانش است که همه یک دل و یک جان با اندیشه روشن و از روی برنامه راست و درست اندر کارند. از پیشرفت آنان بازار فریبکاران از گرمی خود می افتد. در این هیچ شکی نیست و ترس و هراسی که در میان اونا رو در اونا پدید می آید، یه چیز تازه‌ای نیست. بیگمان برای پیشرفت پایدار برجستگان فرزانه می باید که هر یک در کار خود استاد استادان باشد و نیک بتواند کارها را به گونه ای انجام دهد که سود اون همگانی باشد، سود اون همگانی باشد و کسی از اون بی سواد نباشد. یکی از همون دین بهی اینه که باید ما تا اون جایی که میتوانیم داناترین جهان یا زمان خود یا انجمن خود باشیم. باید همه دست در دست هم دهیم، جهان را هر روز از روز گذشته بهتر و برتر و تازه تر. این یه چیزایی هست که ما یه جاهای درگاه‌ها جاهای دیگه می‌خوایم که بهتر و برتر و تازه تر بسازیم تا جهان و جهانیان پیش رفته به رسایی و جاودانی به کمال برسن. خواهش میکنم.
سپاس فراوان برای توضیحی که به ما دادین و آموزشی که دادین. یه داستانی من این سرود به خصوص درباره این هست که ما جهان بهتر بکنیم. ما بسیار آیین‌ها داریم، بسیار فلسفه‌های گوناگون داریم در جهان، چه قدیمی باشن، کهن باشن، چه که نو باشن. من تا حالا جهان را بهتر کردن و فلسفه یا دانشی، اندیشه‌ای و منشی که این جهان را بخواد بهتر بکنه تا حالا من ندیدم و اکنونم در جهان این را من نمی‌بینم. و یه داستانی یادم میاد که استاد جعفری به من گفت در یک سفری که به برزیل کرده بودن. البته بذارین من بگم که ما در برزیل، باورتون بشه یا نه، فرهنگ ایرانی زرتشت، حدود ما 10,000 نفر در برزیل زرتشتی داریم و اینها آیین خودشونو دارن، زندگی خودشونو میکنن، کار خودشونو میکنن و فرزندان و دوستانشونو میارن پیوند دید زرتشت میکنن. اصلا این باور کردنی نیست که ما هیچ وقت تجسم نمیکردیم که اصلا دید یا باور زرتشت برسه به امریکا. امریکا این قاره حدود 4-5 سده پیش کشف شده و ما امروز میبینیم در این قاره دید و فلسفه و آموزش زرتشت همه جا هست. و وقتی استاد جعفری رفته بودن برزیل، یه توری رفته بودن و انگار رفته بودن جنگلای برزیل رو ببینن و میذارم خودشون گزارش بدن که یه برزیلی به استاد جعفری گفت که چرا یک طرف جنگل درخت است، یک طرف جنگل درخت نیست. چیه این داستان؟ چرا؟ داستان این بود که ما برزیل همش بارانیه و همش سرسبز، جز یه پاره ای از شمالش که به دریا میرسه، اونجا که رفتیم دیدیم اینجا همش خشکه، درخت نیست، جنگل نیست. من از خود برزیلیا پرسیدم که استاد این کار بودن، اونها گفتن که پرتغالی ها هنگامی که آمدند و این برزیل رو گرفتند، کاری که اونها انجام دادند اون اینه که این همین شمال همه جنگل رو بریدند و به اصطلاح چوبها رو بردند پرتغال اونجا تا خونه بسازن و این چیز بکنن. و خود همین ما دیدیم که جایی که درخت نباشه و همه چیزا باید گفت برباد رفته باشه، باران هم اونجا نمیاد. گفت یکی از کارهایی که اکنون برنامه این داریم که این رو دوباره جنگل بسازیم تا باران اینجا بیا. این خودش نشون میده که طبیعت چگونه خودشو نگه میداره. این کار بزرگی است که ما باید بفهمیم و یکی از خوبی‌های دین بهی همینه که باید ما هر چه داناتر باشیم بهتره و هر دانش تازه‌ای که باز زرتشت میگه باید دانش تازه سود رسان باشه نه زیان رسان. کسانی که بم و این چیزا رو بهتر و بهتر میسازن اون برای جنگه، که این دین بهی جنگ نداره. جنگ نداره که نداره. و ما اگر یک نگاهی به تا
تاریخ ایران از زمان زرتشت 3754 سال پیش تا زمانی که ساسانیان از میان رفتن، ما یک جنگ دینی نداشتیم، یک جنگ باوری با هیچ کس نداشتیم. با یونانیان و رومیان هر چه جنگیدیم جنگ‌های سیاسی بود، در جایی که هند و چین در شرق بودند ما همیشه آشتی داشتیم، با اونها خوب بودیم و باز همینه میگم که ما جنگ باوری یا جنگ دینی این رو هرگز نداشتیم. هر کس باید با دانش خودش پیام زرتشت رو با دانش، اون هم باید دانای همه چیز باشه، همه باورهای دیگر رو بدانه، در برابر اون زرتشت بسیار با آرامش میگه که اون پیامی که ما پیش میکنیم اون را هم نگاه بکنید و خودشون باید باور بکنه. با آزادی خودشان. با آزادی خودشان. برای همین بهترین راه حل، یا همین جوری که بابا گفتن، تمام فرزندانمان باید بشینن و تمام باورها رو برای خودشان بخوانن. من فرزندانم رو از بچگی در کلیسا بردم، مسجد بردم، تمپلای بودایی بردم، تمپلهای هندو بردم، بارها و بارها، و اونجا با کسانی حرف زدیم، کتاب خریدیم، آموزش دربارش گرفتیم و همچنین باور دین بهی زرتشت. و اون موقع دانایی واقعا داری که اون چیز رو داری انتخاب میکنی چی هست. نمیتونی ما فقط در یک مذهب به دنیا بیاییم یا یک مذهب رو ما ببینیم و دنباله اون مذهب بکنیم بدون اینکه باورهای دیگر ما بشینیم تحقیق کنیم و دربارش آموزش بگیریم. به این میگن انتخاب کردن باورای کورکورانه. وقتی بشینیم آگاهی داشته باشیم از همه باورها، اون زمان میتونی برای خودت بگی که من با آزادی خودم و برای خودم این باور را من انتخاب کردم. و همچنین درباره جنگ و ما دانشمون را به چه سبتی استفاده می کنیم. الان بودجه دقیقا 50% بودجه امریکا هر سال که گمان کنم حدود 450 بیلیون دلار باشه، این هزینه میره برای نظام جنگی. و اگر ما تحصیلات بودجه تحصیلات امریکا رو ببینیم، میبینیم 10% بودجه جنگی هست. انگار بودجه آموزشی امریکا 45 بیلیون باشه. بعد بشینیم فکر کنیم که ما، و این در تمام کشورها اینجوری هست، اکثر کشورها این بودجه جنگی، اصلا ما داریم این پول رو میریزیم تو آب. این دانشمندا که میتونن بیان پژوهش بدن این پول رو، فکر کنین فقط ما اگر نصف این پول رو بذاریم در طب، در بیمارستان ها، در دانشگاه ها، در مدرسه ها، ما چه دریافت خوبی میتونیم از این پولایی که واقعا داریم اصلا هدر میدیم و هیچ کمکی به جهان و جهان رو بهتر کردن نمی کنه. و همچنین یک چیز بسیار مهم
که بزرگترین دشمن دروج، بدکاری، منش بد، آزادی هست. آنهایی که آزادی نمیدن به کسان دیگر میترسن. چرا؟ چون آزادی راستی رو کشف میکنه. این روش دانشه، یعنی یه دانشمند ما آزاد میذاریم که پژوهش کنه، تحقیق کنه، چیزهایی رو کشف کنه که بتونه دروج رو از بین ببره. میتونه در رشته طبی باشه، یک دانشمندی که هر روز میشینه پژوهش میکنه، آموزش میگیره، میخواد یک مریضی رو از بین ببره، ولی اگر ما این شخص رو آزاد نذاریم بتونه پژوهش کنه، نمیتونه چیزهای دانشمندیش رو کشف بکنه که بتونه این جهان رو بهتر بکنه. مثل گالیلئو که 4-5 سده پیش کاتولیک ها زندانیش کرده بودن برای 35 سال در خانه خودش، چون یک دانشمند بود، هیچ چیزی بر علیه مذهب نداشت، هیچ ایده مذهبی نداشت، هیچ ایده سیاسی نداشت، ایده اجتماعی نداشت، 2-3 تلسکوپ داشت و میخواست ستاره شناسی بکنه و موقعیت ها و پوزیشن های ستاره ها رو کشف کنه و برای این زندانیش کردن در خانه. چرا؟ چون آزادی پژوهش و دانشی نداشت. بزرگترین دشمن دروج، بزرگترین دشمن گناه‌ها آزادیه. اگر به انسان‌ها ما آزادی بدیم، خودشان اشعار و راستی رو پیدا می‌کنن و این جهان را بهتر می‌کنن. که همین سرود هفتم اشو زرتوش یک بیت، این بابا بهش میگن سلف ریلاینس به انگلیسی. چی میتونین شما؟ یعنی یک کاری که در اون آرامش هست، دهنده آرامش و استقلال، در سلف ریلاینس استقلال شخصی هم هست. درست. که انگار اگر اشتباه نکنم واژه اوستا بهش میگن خویدا. خویدا داتا. خویدا داتا. داد خودی. خودی یعنی شخصیت. به فارسی که ما فراموش کردیم خودی علای جمعهای دیگری داره، وگرنه در فارسی خودی یعنی شخصیت. خودی یعنی شخصیت. و ما باید دارای خودی باشیم، دارای یک، باید گفت یک وضعی باشیم که بتوانیم آزادانه به همه سود برسانیم. خواهش میکنم.